شماری از فرهنگیان با تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استانهاشون رسیدگی به مطالبات صنفیشون رو خواستار شدن. افزایش حقوق و بهبود وضع معیشت خواست اصلی این فرهنگیان بود. در تهران هم جمعی از معلمان که پرداخت حقوق رو ناعادلانه میدونستن مقابل مجلس در میدان بهارستان جمع شدن و اجرای نظام هماهنگ پرداخت رو خواستار شدن. دشمن با رسانه خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدمهای بد، بددل نسبت به نظام، نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسایل دشمن سوء استفاده خواهد کرد. البته معلمین ما هم بیدارند، هم نجیبند، هم مؤمنند. حقیقتا این رو من اعتقاد دارم. در طول این سالها این رو آزمودیم، امروز هم در سطح کشور می‌بینیم معلمین ما غافل نیستند از توطئه دشمن. اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن، چند تا شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش می‌گنجانن، اینو همه کس می‌فهمن که این انگیزش انگیزه سالمی نیست، برای دلسوزی از معلم نیست، هدفهای دیگری دارد. کما اینکه فنون رسانه خارجی که شروع میکنه روی این مسئله فعالیت کردن که میبینید همین حالا هم مشغولند، از مدتی پیش بیشتر مشغولند، این از روی دلسوزی نیست، این برای مشکل درست کردن برای نظام است، برای دردسر درست کردن برای نظام است، از روی بددلی و کینه‌جویی نسبت به اسلام و نسبت به استقلال کشور و نسبت به نظام جمهوری اسلامی است. ولی خب بالاخره یه بهانه‌ای دست اینها نباید داد. دستگاه‌های دولتی و مسئول مسائل مالی و اقتصادی به این نکته توجه کنند، این رو جزء برنامه‌های اصلی خودشون قرار بدن. این یه مطلبه. البته همونطور که عرض کردیم معلمین مراقب باید باشن و هستن، خوشبختانه معلمین ما مراقبن. بعضی ها جفای به نظام را، جفای به انقلاب را به هر شکلی بتوانند انجام میدن، نیش خودشون رو میزنند، زهر خودشون رو میریزند، با نظام بدن، از روی بغض نظام است نه از روی محبت به معلم. هر شعار دیگری هم پیدا کنن ازش همین استفاده رو می‌کنن. ما می‌دونیم که معلمین ما و آموزش و پرورش ممکنه از لحاظ معیشتی و زندگی مادی و اقتصادی مشکلاتی رو داشته باشن، جای بحث نیست. دولت به عنوان خادمان شما هست، ما که جدا نیستیم از شما، که ما هم به هر حال شاگردان همین معلمان همین جامعه هستیم. همه تلاش دولت این بوده در حد توانش کمک کنه. البته ما حق اعتراض رو هم همیشه، این دولت حق اعتراض رو برای تمام اقشار اصناف محفوظ میده، به رسمیت ما میشناسیم. ما حق اعتراض رو به رسمیت میشناسیم. شما دیدید برای اولین بار امسال تو خیابون‌ها کارگرها آمدن تظاهرات کردن، راهپیمایی کردن، سابقه که نداشت تو این 15 سال اخیر و اون سال‌های اول انقلاب چند سالی بود، بعد دیگه بسته شد. با منم مشورت کردم، گفتم بذارید بیان، حالا میان تو خیابون و حرفشون رو میزنن، یه موردی هم مطالبه‌ای دارن، اعتراضی دارن، ما باید تحمل کنیم، باید فضا رو باز کنیم.